رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. من یه سوالی داشتم در مورد شناخت در واقع شخصیت خودم، قسمت خشم و نفرت، که نمیدونم حالا اول مشخصاتی از خودم بدم خدمتتون. خب اول بفرمایید. بفرمایید. 35 سالم هستش، بچه اول خانواده هستم. از 3 تا بچه هر کدوم اختلاف 5 سال، بعد از من یه برادر دارم و بعدش خواهر که 10 سال از من فاصله سنی داره. خودم در واقع در سن 20 سالگی ازدواج کردم، 31 سالگی با یه بچه 3 ساله جدا شدم و درسم رو خوندم و الانم مشغول کار هستم تو رشته در واقع لابراتوار و در واقع آزمایشگاهی. از کجا تلفن میکنی؟ از کانادا تماس میگیرم. چه مدتی کانادایی؟ تقریبا 25 ساله، یعنی من 22 ساله بودم از ایران خارج شد. همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟ بله، ایشون هم ایرانی بودن. تقریبا حدود 15 سال 13 سال با هم زندگی کردیم. 10 سالش تو کانادا بود که بچه‌مون هم بعد از 10 سال به دنیا اومد و بعد 3 سالش بود جدا شد. خب وقتی جدا شد بچه با کی موند؟ با من موندش. و چه ارتباطی با پدرش داشت؟ همون در واقع میشون چون خیلی مشغول کارشون و اینا بودن، هر وقت که میخواستن و وقت داشتن میدیدم، تقریبا هفته یه بار دو بار یا مراسم مثلا عید باشه و جنوری و اینا باشه. الان که در کانادا نیستن، 4-5 سال خارج کانادا، آمریکا هستن و اوکیژنالی تابستونا و کریسمس تایم میبینم. الان پسرتون چند سالشه؟ دخترم الان 16 سالشه. بله. و شما در کانادا هستید درسته؟ بله بله، کانادا هست. خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ مشکل فعلا در واقع پرسونالیتی خودمه که برام خیلی سواله، که خیلی من کلان چیزای روانشناسی، سیدیای شما و دکترهای دیگر رو گوش میکنم، ولی هنوز با خودم کرنجار میرم که چرا این حس مثلا تنفر در من از کسی که منو خیلی آزار میده و اذیت میکنه به وجود نمیاد. و بارها بارها تلاش میکنم که مثلا اون شخص دوباره مثلا به اون شخص فرصت دوباره میده با تمام. نه نه آخه اینا با هم متفاوت شد، نصب کنید. آخه سوال قسمت اولش که اینه که چرا از یه آدمی که به من بدی میکنه، حالا به درجات مختلف آدم میتونه بدش بیاد، یا شما میرید به اون اوج و عمقش بیشا به یک اعتبار تنفر آدلین را. اگر اون آدمی که شما را آزار داده یه 20% 70% تقصیر خود شماست، یا اینا رو میدونستید، یا شما بهش فرصت دادید، خب دلیل نداره که به تنفر برسید. یعنی پرسش از این که چرا من به تنفر نمیرسم که معنی نداره، گویا آدم ها قرار برسن یا همه میرسن، اونو اصلا نمیفهمم. اما دوم این که با وجودی که میدونم یه آدمی به من آسیب زده، تو همون زمینه دوباره او رو بهش این فرصت رو میدم که این کار رو بکنه، خب اون یه مسئله پیچیده است که مورد به مورد فرق میکنه. یه آدمی ادامه میدید برای که امیدوارید یه روز خوب بشه، پشیمون بشه، روش حساب باز کرد. یه آدمی میترسید اگر واکنش نشون بدید برخورد بدی داشته باشه، به شما آسیب بیشتری بزنید. یه زمانی اصلا دلتون میخواد خودتون مسئول و مقصر میدونید، یکی شما رو تنبیه، آخه میتونه علل مختلف داشته باشه و قرارم نیست سر در بیارید. حالا شما چرا میخواید سر از این در بیارید که چرا من اینجوریم؟ چه فرقی میکنه؟ نصب کنید. آخرش هم چیزی، نه آخرش هم چیزی که در بیارید یه برچسب میزنن رو تو، مثلا تیپ شخصیتتونه یا این ویژگی روانتونه، میشید واسه چی؟ یعنی این کوشش شما و یا این میل شما برای که درباره این موضوع که میگید سر در بیارید تقریبا بیفایده است. مثل اینکه من میخوام بیرم کسی که در غذا میخوره خیلی خوشش اومده، کم خوشش اومده،
از شیرینیش خوشش اومده، از تندیش خوش، یعنی یه چیزاییست که ممکنه اطلاعات باشه ولی فرقی نمیکنه. در مورد خودتون هم همینه، موضوع باید یه چیز دیگه باشه و شما به دنبال یه چیز دیگه هستید. گفتم تازه آخر کار اگر شما فرض کنید یه کسی بیاد به من یه 20 تا مشخصاتشو بگه، آخر کار مثلا من برمیگرم بگم شما خودشیفته، فرقشی حالا مگر یه دارویی وجود داره که میگن حالا که معلوم شد خودشیفته برو اینو بخور خوب میشی؟ نمیخوام بگم اطلاعات بی اهمیت، بر خود شما به دنبالش میگردید، اونم به این صورت که بیان میکنید برای مسئله است. موضوع چیه؟ مسئله ای که ذهنتون رو مشغول میکنه چیه؟ این که من چرا از آدم ها بدم نمیاد متنفر نمیشم که سوال نیست عزیز. آدم ها که نه، مثلا موضوعی که الان ذهن منو درگیر کرده، من تقریبا توی رابطه 3 ساله‌ای بودم با یه آقایی که میتونم بگم از همون 7-8 ماه اول متوجه همه چی شدم که این رابطه مثلا این ایرادا رو داره، ممکنه اینجوری بشه، ولی مدام هی در این رابطه پتانسیل میدیدم و مثلا میگفتم همون مثال اولی که شما زدین، هی فرصت میدادم که شاید این به یه جایی برسه. و در واقع پارسال هم بود فکر کنم با شما در موردش صحبت کردم، شما گفتین که مثلا میتونی یه فرصت چند ماه دیگه بدی، ولی تو این مدت خب من خیلی هرت شدم به خاطر داخلی من. همینجا بیست عزیزم، آدم ها 30 سال میرن درس بخونن و هرت میشن برای که مهندس بشن، دکتر بشن، برای که ارزش داره براشون. اصلا چرا پرسش میکنی؟ هیچ، تو فکر میکنی این میارزه. بعدم بسیاری از ما اگر به خاطر یه چیزی رنج بردیم فکر میکنیم حالا یا مثلا اهمیتی پیدا کرده یا ارزشی پیدا کرده، یا حالا باز باید بیشترم رنج ببریم. اینو تو بیزینس هم داریم که در اسلام میگن هی پولای خوب و دنبال پولای بد میفرستی. برای که من 10 سال زحمت کشتم به جایی نرسیدم، فکر کنم که دیگه نمیشه اونو ولش کنم، خب 5 سال دیگه هم زحمت میکشم به جایی نمیرسم، خب بسیار کار غلطی است. ولی ما میکنیم. شما الان در همین مورد به خصوص که دارید میگید، اصلا خودتونم متوجه هستید، همونطور که مثال منم که اولیش بود به شما خورد، خیلی از اوقات ما به این دلیل تحمل دیگران رو میکنیم، به رو خودمون نمیاریم، پشت گوش میندازیم، وانمود میکنیم نشده، از توش چیز خوبی در میاریم، خودمون رو گول میزنیم، یه تعبیر و تفسیر دیگه میکنیم، مثل اینکه مثلا طرف به ما میگه اصلا متنفرم، من میگم خب این نشون میده پس عشقی به من داره دیگه، اینقدر ناراحت شده از من. خب به حماقت یه تجزیه و تحلیل بی خودیه، بی حساب کتابیست. شما در حقیقت با این فرض که من اگر یه جای در باشه دور میشم، لذت باشه نزدیک میشم، وارد میشید. ولی در اینجا خیلی از اوقات ما حاضریم 100 تا 1000 تا 100 روز 1000 روز رنج بکشیم، درد بکشیم برای یه لذت بزرگی که در آخرشه. خب این همه زندگی انسان با همین اساسه، چون ما اینا رو جمع میکنیم و اصولا انسان یه آدمی است که در حالت عادی یک به پیشواز ضرر و خطر میره اگر سالم باشه، دو لذت و پاداش رو به تأخیر میاندازه. اصلا درستش هم همینه و این سبب شده که ما بریم مدرسه. برای چرا آدم بره مدرسه؟ برای 20 سال آینده. بنابراین شما چیزی که از دنبال مطلب خاصی در ذهنتون نگردید و جوابی هم که بهتون داده میشه فرقی نمیکنه. شما یک کسی هستید که با یه آدمی آشنا هستید، یک فکر میکنید که این درست میشه، دو من درستش میکنم، نه تقصیر من بود، اگر از این راه برم کار میکنه، بذار یه چیز دیگر رو امتحان کنم، بعد اصلا بیام بیرون، حالا با کی میخوام برم؟ خب بقیه کی گفته که بهتر از اینه؟ دردسرش هم بیشتر. حالا تو این شرایط مثلا این دوربر منم که اونقدر آدم نیست، کسی نیست. یعنی شما توی 30 تا دلیل و استدلال برای خودتون بیارید که توی رابطه بمونید. این همون چیزیست که درصد بالایی از مردم ای بسا آمارا چی نشون میده. تازه مردمانی که بعد از سالهای سال که رنج کشیدن جدا میشن، بذارید کنار، هنوز 20-30% مردم از ازدواج و زندگیشون ناراضین، ولی 20-30-50 سال مونده. به دلایل از همین قبیل که من گفتم یا خود شما گفتید، ولی اینکه شما انتظار دارید به مجردی که کسی بدی کرد از صفر برسید به 100 تمومش کنید، که خب اون روزی 25 دفعه ای بس در یه رابطه عادی ای با یه نفر هستید باید در باز کنید از خونه برید بیرون.
آقای دکتر من اینجا یه توضیح بدم. نه مثلا سه تا موضوع اصلیه که میدونم این رابطه اصلا اشتباهه، درسته؟ بعد چند شما دادی، مثلا یه موضوعش خیانته، خیانتی که حالا نه مستقیم با یه شخص خاصی باشه، از مدلای دیگه. بعد به این شخص میخوان یه فرصت میدی که شاید برای چی فرصت میدی؟ برای که هنوز براتون صرف میکنه. ده خب خب عزیزم، خب اینا که پس معلومه تو این سیب یه ذره کنارش سیب کهنه شده، اونقدر سیب خوبی نیست یا گندیده شده، بعد حالا اون تر با چاقو میندازیم دور. خب اینا در حالش من گفتین حالا فکر میکنین که خب بذار من تلاشم کنم شاید این شخص با کمک خودش بتونه این مشکل رو حل کنه که ریلیشنشیپ ما هم به یه جایی برسه، وقتی خودش هم قبول میکنه و قول میده. حالا بگذاریم که چرا اینجوری شد، بارها این اتفاق افتاد و من دیگه برای دفعه آخر و مثلا دهم. نه شما قرار نیست عزیزم، یه اصطلاحی در زبان انگلیسی است میگن بار اول یه کسی تو رو گول زد او باید خجالت بشه، بار دوم تو باید خجالت بشه از اینکه فرصت بهش دادی، بار سوم چهارم پنجم نداریم. خب من همینو میگم، میگم چرا وقتی که من این چیزا رو میبینم و برام روشنه و حتی مثلا به این نتیجه رسیدم که طرف برعکس چیزی که داره میگه به ریلیشنشیپ رسپکت نمیکنه، من چرا نمیتونم بذارم؟ 700 میلیون نفر عزیزم، آیا فرضایی 700 میلیون نفر در جهان سیگار میکشن، همشون هم میدونن بده ولی دارن میکشن، چه ارتباطی داره؟ مگر عمل انسان بعد از علم میشه؟ مگر رفتار ما بعد از آگاهی ماست؟ اینجوری که نه کسی مشروب میخورنه که سیگار میشه، وقتی هرت میشین از یه چیزی، ناراحت میشین، اذیت آزار میبینین، باید ناخودآگاهتون و به خاطر سوروایوال یا هر چیز دیگه حفاظت از خود، به پروتکت کردن خودت، بتونی اون چیزو کنار بذاری. شما ببخشید این قانون از کجا در عزیز من، تو چرا این قانون میسازی؟ این من در آورد تو انسان باید چی گفته باید اصلا؟ که من به خاطر اگر از یه چیزی من اذیت میکنه به خاطر حالا بهانه سروایوول هر چیز، هنوز اینجا امتره. تو در مقابل چی قرار میگیری؟ از میلیون میلیون 100 میلیون 500 میلیون آدم هستن تو زندگی زناشویی بدی هستن، زندگی زناشویی بدی هستن، ولی فکر کنن طلاق از این بدتر. خب میمونه ملاک این نیست که اینجا خوبه یا بده، آ تو یه فرضی میگیری که همین که خوبه میمونی بده میری، همچین چیزی نیست. گفتم آمار چی نشون میده؟ آمار نشون میده که 70-80% مردم از زندگی زناشوییشون ناراضی هن، 40-50% بعد از 5 سال، 15 سال، 25 سال دست میگن طلاق بگیرن، ولی هنوز 20-30% میمونن تا آخر عمرشون. برای که انسان که موضوع موجودی نیست که تا پسرش حرف بدی زد از خونه بندازدش بیرون، تا دوستش دروغ بهش گفت رابطه رو تموم کنه. ما با همه و هیچ که کار نمی کنیم عزیز، اون که بدترین نوع زندگی است، این که ما رو تبدیل میکنه به این که همه کاملا به مجرد که ناقص بودن مثل یه چراغ که سوخته باید انداخت رو. خب راه حل این که من بتونم خودم از یه رابطه تاکسیک بکشم بیرون، آخه راه حل مثلا این که کمتری ببینم، یعنی آخه عزیزم عذابی که دارم میکشم و انگزایتی و استرسش و اون تنهاییش من خیلی اذیت میکنه. اون اصلا نمیفهم چی میگی ازم، تو مخلوط میکنی همه چیز رو با هم، یعنی یه چیزایی میگی، گفتم این احکامی که صادر میکنی الان هم 4-5 تا مطلب رو میریزی رو هم، مثل مطلب قبلی میری سراغ ضمیر ناآگاه و سروایوول، کسی اینا هیچ معنی نداره، اینا تئوریا. یه کتاب بنویس به عنوان روانشناسی جدید نه خیر خب صبر کن، بنابراین اینقدر حکم کل صبر کن، حکم کلی نه حکم کلی عزیزم، این 700 میلیون 500 میلیونشون 10 بار خواستن سیگار ترک کنن، بارها تلاش. آخه انسان همچی موجودی نیست، تو نمیدونم چرا یه انسان رو اینگونه میبینی. حالا برای اینکه یه ذره عقلت بیاد سر جاش، یه ذره حرف از یه جانب دیگه شروع کنیم، ما میریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. به من بگو چجوری میخوای این بحث رو ادامه بدی، اگرم میخوای راجع به یه خودت صحبت کنی بیشتر اوقات نمیخوام مثال بزنی، من میخوام به مثل بگی. بعد خیلی از اوقات آدم متوجه میشه که موندن تو کنار این آدم، این رابطه، ای بسا به این 5 تا 10 تا دلیله،
قالب اوقات هم خودت کم و بیش اونا رو میدونی، فقط میشه یک کمی برجسته ترش کرد، فهمید این 5% نیست، این 25%، اون یکیش هم به دلیل جنبه مثبتش نیست، بار منفی داره. اینقدر چیزاست که حد نداره. آدمایی هستن که توی ازدواج میمونن برای که پدرشون مادرشون گفتن این ازدواج غلط، حالا از سر لج با اونا مونده به همین سادگی، و اصلا نمیخوان بگن حق با شما بود. به همین راحتی شما تو به بچه ها نگاه کنید داره دست میزنه روی میز، مثلا بهش بگید نکن، یه ذره بلش کنید بگید نکن، مثلا نزن اینجوری که رو من میزنم، معمولا بل میکنه. ولی اگر پشت سر از گفتید نزن یا نکن، باز بهش باز گفتید، باشو میکنه زدن، اینقدر میزنه که خود تک بخوره، یا اینقدر میزنه بعد از یه مدتی بسن دنگ، یعنی حالا خودم تصمیم گرفتم. انسانی همچین موجود عجیب و غریبی، انسان که یه نگاه مکانیکی. شما داری، شما چی خوندی گفتی رشتتونه؟ من مایکروبیولوژی خوندم. پس ببین تو اصلا فکر جهان طبیعت، جهان که فیزیکی و مادی، جهان زنده و طبیعی هم هست. نگفتم تئوریاتو نگه دار، حالا برو ببینیم رو خط برمیگردیم ببینم میخوایی چی بگی دختر. روی خط باش عزیز. راستش نمیدونم اصلا چجوری به شما بگم که یه ذره مشخص‌تر باشه. حالا اگه شما سوالی دارین شما من بگید که شما به من بگید این آقا چند سالش؟ 52. ایرانیان یا غیر ایران؟ ایرانی هست. چه مدتی از کانادا هستن؟ 15 سال. چی خوندن، چی میکنن؟ یکی از شاخه های پزشکی هستن و ایشون هم یه ازدواج داشتن، ازشون هم یه پسر 18 ساله. منتها خانم ایشون هم تو این شهر زندگی نمیکنن. پسر با کیه؟ پسر با مادرش بوده و الان هم در یه شهر دیگه برای یونیورسیتی رفت. ایشون خودش اگر... تنها زندگی. اگر شما درآمدتون 100 دلاره، درآمد ایشون چقدر؟ 400. چه مدتی با هم آشنا هستی؟ 3 سال. و با چه نیت و هدفی هستید؟ به صورت دوست با هم باشید، دوست پسر و دختر باشید، برنامه جدیتره؟ از اولش که میگم آنست بودنشون رو من نمیتونم متوجه باشم، چون میبینم که هیچ انرژی خاصی تو رابطه نمیذارن. ولی من چه ارتباطی به آنستی میبینم؟ برای اینکه خب شاید مثلا به من، اونم به من همین رو میگفت، میگفت من دوست دارم برم برم اگه همه چی خوب پیش رفت در آینده، مثلا اگه با هم اوکی بودیم زندگیمونو یکی کنیم و با هم زندگی کنیم. خب این که حرف معقول و منطقی است، این که حرف معقولی نیست. فقط مهم اینه که نه صبر کنیم. خب وقتی شما تو رابطه مشکل پیش میاد نه نه صبر کنیم کمک نمی کنید به رابطه، نه اون یه بحث دیگه است، نه صبر کنیم. یه زمانی هست که دو نفر با هم میگن ما کارو کوششمونو میکنیم، ای به هم خوردیم و به درد هم خوردیم میریم و اینایی، ولی از آغاز پیداست که به درد هم نمیخورن. این 20 سالشه، اون 70 سالشه. من میخوام ببینم آیا شما دوتا در همین روی کاغذ یک کسی نگاه کنه، شمارهای شما رو بگیره، ایشون رو بگیره، در هم زمینه به این نتیجه میرسه که شما ممکنه به هم بخوری تو به درد هم بخوری؟ نه نمیرسه، بعضی مشکلات خیلی جدی وجود داره. خب که پس بنابراین شما پس بنابراین لازم داره و من تلاشم. خیلی خب میکاری دارم، بنابراین شما از آغاز متوجه میشین که این رابطه به جایی نمیرسه. حالا شما میخواید توش بمونید و به این که آینده ای نداره ادامه بدید، یا این که نه نه من الان به این نتیجه رسیدم که نمیخوام بمونم. یعنی بعد از 3 سال با هزار جور کلنجار و امتحان و دردسر تصمیم گرفتم که به صلاح همه که این کارو نکنم، به صلاح ایشون هم هستش. خب منتها ترس من، نگرانی من، شاید میتونم بگم تنهایی قسمتشه، ولی تو تنهایی خودم من زندگی خیلی در واقع فولی دارم، یعنی زندگی خیلی خالی و تهی ندارم. دوستای خودم رو دارم، کارم و خونم و بچه‌مو، ولی هر چقدر تو ذهن خودم تصور میکنم که بتونم یه
اصلا نمیخوام تا آخر عمرم تنها بمونم، یعنی واقعا برای پیری همدم میخوام، یه مونس میخوام. نمیخوام که وقتی بچه‌م رفت مثلا دانشگاه از خونه من رفت، من تنها بمونم و زندگیم دیگه هدفی نداشته باشه. دوست دارم با یکی باشم، کلا زندگی رو با بودن یه پارتنر میبینم. آیا ایشون آیا نه سب آیا ایشون اون آدمن؟ ایشون اینو میخواد ولی این آدم نمیتونه برای من باشه. نه تموم شد خدافظ. من الان اصلا به ایشون کاری ندارم، رابطه رو تموم کردم. من الان مشکلم با شرایط روحی خودم و فیلینگمه که الان با تمام شرایطی که میدونم، کتاب و نمیدونم علم و قانون و احساس، همه چی میگه این اشتباهه و غلطه. خب با تمام چیزهایی که تو رابطه دیده شده، اصلا این رابطه نباید میبود. خب الان دیگه باید تموم شد. خب ولی من نمیتونم با تمام اینجور چیزا این شخص رو فراموش کنم و یعنی چی نمیتونم؟ یعنی چی نمیتونم؟ خب من مشکل از اولش هم که زنگ زدم همین بود. آخه عزیزم شما یه چیزی میگید که من میدونم این خونه قیمتش 100,000 دلاره، به من میگن 300,000 دلار بخر، میدونم گرونه، میدونم اصلا معنی نداره، ولی نمیتونم ولش کنم، میخوام بخرم. کی میتونه با شما حرفی بزنه؟ یه چیزی یه زمانی پنهانه، ناشناخته است، مبهمه، با تردید، مطلبی به این آشکاری. بعدم شما یه مطالبی دارید بیان میکنید درباره نمیتونم. من همیشه گفتم 90% مردم وقتی میگن نمیتونم یه ذره توجه کنم، میگن نمیخوام، ولی اون نخواستن خب معلومه دلایل خودشو داره. ای بسا در این آدم یه چیزی به یه دلایلی وجود داره که فکر کنید بیرون نیست. یا بعدم خب شما یه پدیده ای الان شناخته شده دارید. باز یه قاعده دیگر، انسان شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب احتمالی آینده حاضر نیست عوض کنه، بلکه ما به یه چیزی عادت میکنیم، یه کامفورت زونیه، قواعد رو میدونیم، قانون رو میدونیم و میخوایم همینجا باشیم، با وجود که دردآور، رنجآور، زمینه میدونیم بیرون هم ممکنه چیزی بهتر باشه، ولی قطعی و حتمی که نیست، تضمینی که وجود نداره. خب بیان بیرون برش. الان هم شما حرفی که میزنید، ببینید عزیز، حرف شما این است که من اگر از این رابطه بیام بیرون، حالا شو کسی پیدا نشه، به این زودی پیدا نشه، به همین خوبی یا بدی پیدا نشه، خب همش هست، ولی تمام زندگی تصمیم گرفتن با اطلاعات کم برای شرایط ناشناخته و بعدم تازه عواملی که ممکنه به یه صورتی بیاد همه چیز رو به هم بریزه. دنیا مال همه همینه، هیچ کس که با قطعیت و قاطعیت تصمیم نمیگیره در دنیا، هیچ چیزی رو نمیشه با یه دقتی پیش بینی کرد، اونم در این گونه موارد برای آینده گذشت. به همین که من میگم وقتی که شما دو نفر عاشق هم هستی تو با هم ازدواج میکنی تو همه چیز خوبه و فکر می‌کنی همه چیز درسته، اگر در 15 سال بعد خیلی زندگیتون بد نیست، خیلی شانس آوردی، برای که قاعدتا قرار زندگیتون خیلی بد بشه بدون کارتون، برای که آمارم اینو نشون میده. بعدم شما حرف این است که میتونم تنها بمونم اینه چه، خب میتونی با یکی دیگه باشی. نه خود این است... یه مشکل دیگه هم که دارم، یعنی توی استیجی من گیر کردم، خب برای مخصوصا خب فکر میکنم خانم و برای من سخته که تا شما هنوز به یکی علاقه داری و موبان نکردی، شما نمیتونی جام کنی بری. آخه علاقه برای چی؟ ده آخه عزیزم قصه علاقه که نه، ببینید باز یه حرفایی میزنید. من اونو دارم میگم. نه به من بگید چرا به ایشون علاقه مندید؟ نه چرا نمیدونم به خاطر بدیها. عزیزم شما که نمیتونید، من به تو میگم چند سال تو میگه نمیدونم، میگم کجا هستی میگه نمیدونم، بعد من میگم حالا بگید من 2 سال دیگه چند سالم میشه. آخه شما که نمیتونید با این بازی رو دست بردارید که نمیدونم، خبر ندارم، پس تو بگو. آخه بازی نیست آقای دکتر، یه دقیقاً یعنی چی فیلینگ؟ من نمیتونم باهاش کاری بکنم. عزیزم تو نمیخوای، عزیزم خانم دکتر دست بردار، فیلینگ از یه حس میاد، از یه واقعیت میاد. من یه آدمی رو میبینم خوشم میاد، یه آدمی میبینم بدم میاد، یه حرفی میشنوم غمگین میشم، یه حرفی میشنوم خشمگین میشم. شما چیه این آدمو دوست دارید؟ من خشمگین نمیشم، نمیدونم چرا. نه باز من دارم میگم نه من قطع میکنم. سوال من ایشون چیه، ایشون رو دوست دارید که علاقه مندید به ایشون؟
خب اگر من ادامه بدم فکر نمی کنین شنوندگان به من میگن چرا ادامه میدی؟ من برگردم بگم من که من میخوام بیزاری. من نمیتونم یه صفت مشخص تو رابطه بگم، مثلا بگم محبتشونو یا مثلا بگم احترامی که میذاره خرج کردن، هیچیو ندارم من تو رابطه یه ریلیشنشیپ. من بیسیک ریلیشنشیپ که تعهده من ندارم. خب همین الان مشکل منه که چرا من از یه همچین آدمی که میدونم تاکسیک هستش، که میدونم داره آسیب میزنه برای ریلیشنشیپ ما، اگر یه سال دیگه هم پیش بره، دو سال دیگه به هم میخوره و این آقا مشکلات خودشو داره، شاید هم عمدن این کارو نمیکنه، ولی ما به درد هم نمیخوریم، من نمیتونم موبان کنم. برام سخته جدایی، برای من سخته خانم عزیز. سخته که سخته. بچه هم که بخواد بره مدرسه سخته، بچه هم وقتی به این دنیا میاد سخته، مادر که میخواد بچهشو برسه مهد کودک، هم کی گفته زندگی قراره راحت باشه؟ نمیتونم نداری، چون نمیخواید یه کسی بگه من میدونم یه چیزی بده، اینو بخورم دل درد میگیرم، سردرد میگیرم، لذت این اصلا نمیارزه، بعد میگم میخوام هنوز بخورم. خب کسی کارتون نمیتونه بکنه. وقتی میگم بازیه دیگه. خب شما همه چیزا رو خودتون میدونید، بعد با یه بهانه علاقه که خنده‌دارترین حرفه. چرا من تمام مدت رو خط تصور میکنم، مثلا فکر میکنم بعد از دو ماه سه ماه که بگذره، مثلا دارم میگم سناریوی در نظر بگیرم که سه ماه گذشته و من سعی کردم خودم رو دیسترکت کنم، تموم شده و فکر کنم مثلا بعد از سه ماه این آقا به من دوباره بیاد یه مسیجی بده، یه چیزی بده، من انقدر هنوز دلم تنگ است که مثلا دوباره برگردم به رابطه با یه قول دوباره باشی. چون یک بار دو ماه پیش اومد همین تابستون، دو ماه ما به هم عزیز من، برای که نه واقع بینی نه عاقلی نه منطقی، یک کسی هستی که دلت بخواد همینجوری غیر عادی به یه چیزی برسی. دنیا همچی چیزی نیست عزیز. من دارم میگم 24 سال نمی رو خواهد هستم برای یه واقعیت داره به تو میگه این رابطه خوب نیست، این رابطه درد و رنجش بیشتر از لذت و پاداشه. خدافظ. نموشون به تو میگم بیا اینجا کار کن، تو ساعتی 10 دلار اینجا میگیری، بیان میگن جا بگیر ساعتی 3 دلار بگیر، کارت هم دو برابر سختره، بدترم. خب تو میگی نمیدونم چی کار کنم. چی تو نمیدونی؟ تو نمیخوای بدونی. برای من نمیتونم موافق کنم. بعدم تازه میره تو با یه مثلا تو... احساسی که مقایسه نمیتونی. عزیز من دقیقاً همینه مسئله. عزیزم تو چرا گوش نمیکنی؟ چیزی به اسم احساس وجود نداره. احساس نتیجه حسه، نتیجه واقعیته، نتیجه احساس دیگه است، نشانه تخیله. احساس که خودش نمیاد. من به همین جهت وقتی کسی میگه من عاشقم، میگم سه تا چیز خوب این آدم بگو که مرتبط باشه به ایجاد عشق. 90% مردم جوابی ندارن، لاشین که 90% مردم مثلا هیچ وقت نه عشق رو تجربه کردن، نه میدونن مثلا معنی داره. یه بازی در آوردن، خودخواهیشون رو، نیازشون رو، ترساشون رو، وحشتاشون شده براشون عشق. به همین جهت که من همیشه گفتم من هنوز ندیدم زن و شوهری به خاطر بچه تو زندگی بمونن. من هنوز یه آدمی ندیدم که گذشت کنه، تحمل کنه و فداکاری کنه. ندیدم عزیز. کار من اینه. با ده ها صد ها هزار به یک اعتبار تو کنفرانس ها آدم ها روبرو بودم، ندیدم. چرا؟ برای که 4 تا دلیل دیگه وجود داره: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نادانن، ناتوانن، نیازمندن، نگرانن. 4 تا نون نحس تاریخ. من به این دلیل توی رابطه بد موندم که نادانم. به این دلیل موندم با وجودی که دانا هستم ناتوانم. به این دلیل موندم که آدم محتاج و نیازمندی هستم و خودکفا نیستم. به این دلیل موندم که نگرانم یه چیزایی بدتر بشه. شما که اصلا حالا اومدی یه پنجمی هم به تو هوا درست کردی، میترسم دو ماه دیگه زنگ بزنه بگه برگرد، من دوباره برگردم. خب میگه نه برو، گو تو هل. شما چی باید برگردی؟ واقعا مرسی آقای دکتر. اگر من یه سوال دیگه هم بکنم ازت، اگه شما ادوایس دیگه ندارین در این مورد. من حتما ادوایس دیگه ندارم، هر کی تو همه رو میخوای سر کار بذاری دکتر، حالا بگو. ولی خب میخواستم به تعیینی هم از شما بگیرم، شاید بهتر شده باشه. یه سوال دارم که شما نظرتون در مورد برگشت به همسر قبلی بعد از چند سال جدایی رو فکر میکنید خوبه، موفق همیشه میتونه خوب یا بد باشه، با دوزار ارزیابی کرده است. درست ماننده یه واقعیتی، چون سابقه و خاطرم دارید، قرار نیست خود فریبی کنید. من میترسم اگر ازتون خواهش کنم
برید جلو آینه بیستید، یه چیزی ببینید رو پیشونیتونه که تا الان ندیدید که روش نوشته لطفاً مرا فریب دهید. من میترسم، نرو جلو آینه نرو. اونم یه مقایسه است، یه بحثی است، چه وضعیتی بوده، چه تغییری پیدا شده، حالا یه آدم دیگه رو به رو هستیم، بعدم چه خبر است. بعد مسئله بچه این که اون موفق بشه به خاطر مسائل قبلی و فقط الان به خاطر اینکه مثلا شرایط و موقعیت های مثلا حتی مالی عوض شده یا به خاطر یه سری منفعت ها شما بخواید ازدواج قبلی همیشه من به خاطر منفعت هم. من حتما منفعت، این منفعت بوده تو زیبایی باشه، تو هوش باشه، تو خوش اخلاقی باشه، تو رفتار باشه، تو مهربونی باشه، تو اعتماد باشه، تو اطمینان باشه، تو سکس باشه. من که بی دلیل که علاقمند به کسی نمیشم، بخوام یه حرفایی که باز خود میزنن. من به خاطر خودم دوست باشم، خودی وجود نداره که آدم تو رو به خاطر دوست باشه. مهم قدت، وزنت، سنت، هوشت، رنگ پوستت، بوت، اینا میشه من. من یه چیزایی میشتم تو هم که از همون تئوریسیان های عجیب و غریب هستی. همون بار تو آزمایشگاه دختر یه موادی رو خودت بریز اقلا شاید یه چیز دیگه هست بار در بیرد. نه سوالم واقعا جدی بود که برم. خب نه من حرفم این است که من به راحتی میتونم صدها بار شاهدش بودم. آمدن گفتن بعد از 5 سال تا بعد از 20 سال تا بیشتر ما میخوایم برگردیم. گفتن خب بشین ببینیم به عنوان یه پسر و دختر به عنوان نشون داره که موفقیت زیاد بوده یا نه چجوری بوده فهم؟ نه آخه ببینید بازگشت مجدده مشروط بر این که شما یه اصول رعایت کنید انتخاب بهتری میکنید، ولی اینکه من بهتون بگم اونایی که برگشتن پشیمونن آمارا رو ندارم. نه درست. خودت برو امتحان کن ببین چی با آمار چیکار داری. ما قرار خودمون تجربه کنیم ولی ببینیم که مثلا متوسط مثلا 70% امریکایی ها کدام گروهشون بیشتر مثلا جنایتکارن. بعد خب اینو بدونیم فایده چیه. میدونیم میخوام بگم برخی از اوقات اطلاعات عمومی و کلی که کمک نمی کنه عزیز. چرا من به تو گفتم مورد ایشون رو بگو مشخص، وقتی حتی به تو نگفتم مثال بزن، گفتم مثل رو بگو، چون مثال باز من یه چیز دیگه در میاری. مثل خیلی از اوقات مثل تکلیف روشن، مثل یعنی واقعیه. مواظب خودت باش، دختر خوبی هستی. خب دلت میخواد خودت خودتو گیج کنی هر چند وقت یه دفعه حتما یه دونه یه چیزی میزنی محکم میزنی به سرت برای مدت گیر. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. مرسی آقای دکتر. خواهش میکنم.